حتی مثلا توی شهر بعضی نابیناها هستن که با ارسال این کلیک ها از باستابایی که از سطوح مختلف میگیرن میفهمن که محیطشون چه ابعادی داره، چه شکلی داره، چه جنسی داره و مسیرشون رو میتونن به کمک این مسیریابی یا جهتیابی صوتی یا اکولوکیشن پیدا بکنن، حالا به کمک اعصاب و صدا یا بدون اعصاب و صدا، این حالا اگه بشه صحبت میکنیم. و میمونه این بخش اصلی، یعنی ما یه بدنه ای داریم که خیلی هست، یعنی خیلی حضور داره و نمیره، و اون خط راستش اون خط بم پایین حدوداً 50-60 هرتز رو محور فرکانس رو هم من خودم هم متوجه نشدم، ولی میتونه صدای یک مثلا هواساز یا یک فن خیلی بزرگی باشه که نزدیکی اون کسی که صدا رو ضبط میکرده بوده، یا برای صدای ممتد مکانیکی اینجور صداها که اتفاقا توی مفهوم اکتیو نویز کنترل یا کنترل فعال باز دوباره تو بخش نویز خانم حقیقی اشاره میکنن که یکی از راه های اینه که ما این صداها رو با هدفون های خاصی مثلا تو گوشمون حذف کنیم. ولی چیزی که در کل میشه فهمید اینه که این همون داستان نوت پایه است، یا حالا چیزی که باز توی بخش ساوندسکیپ امروز بهش میرسیم، نوت پایه یا کی نوت، چیزی که حالا به اصطلاح شیفری اون چیزی که شما به طور اصلی توی یک محیطی که با میستید اونجا میشنوید، منهای سیگنال هاتون، منهای مثلا نشانه های خاصی که وجود داره. و برای ما خب طبیعتا سر صدا است، یعنی تو تهران سر صدا و موتور و ترافیک و صدای آسفالت و این هست. و حالا جالبه که تو این وسط اشاره هم شد بعضا ما مکالمه داشتیم، موسیقی داشتیم، یه سری بچه داشتن میرفتن حرف میزدن، مثلا بچه ها بودن، یه چیزهایی بود این وسط، ولی دقیقا همش رفته بودون زیر، یعنی توی این نمودار نمیبینیم به صورت زرد بارز، خیلی اون زیر گمن به لحاظ شدت صوت. و خب به نوعی خوبه چون ما نشنیدیم چی گفتن، مخفی موند، حریم خصوصی داشتن، ولی به نوعی هم خب بده، برای اینکه اون ممکنه سخت داره حرف میزنه یا وضوح نداره این صداگاه. و باز به اصطلاح شفری سیگنال صوتی یا ساوند سیگنال های ما گم شدن، این تو نمیتونیم پیداش کنیم، و به این وضعیت میگه لوفای یا این صداگاه بی کیفیت در مقابل های فای مثل سیستم های های فای، که اینو حالا بهش امروز میرسیم. بنابراین این کلیتی که ما در واقع تصویری از وضعیت صوتی داریم که توی اون محیط شهری داشتیم. و حالا مفهوم دیگه هم که باز بهش میرسیم مفهوم صدا نشان هست، که یک صدای خاصیه که مختص یک منطقه یا یک محیط یا یک ساختمونه، که خب این تو طبیعتاً چیزی مثل اون نداشتیم. حالا اینجا بسته به اون فعالیتی که گفتیم فرد شنونده انجام میده و بسته به حالات مختلفی که تاثیر میذارن میتونه صداهای ناخوشایند یا صدای نویز اینجا مطرح بشه. مثلا چه حالتی؟ اینکه فرد داره به همین اجرای خیابونی گوش میده، در این صورت مکالماتی که اطراف رخ میدن یا همین صدای موتوری که داره پخش میشه میتونه برای این فرد نویز باشه. به عکس اگر کسی اونجا داره یک مکالمه ای انجام میده و هدفش بیشتر ارتباط برقرار کردن از طریق گفتار هست، دیگه اینجا اون صدای اجرای خیابانی و صدای موتور میتونه برای این فرد ناخوشایند باشه. و تعریف نویز پس میبینیم که بستگی داره به دیدگاه افراد از صداهایی که اونجا وجود دارن و پخش میشن به عبارتی. بعد از راهکارهای دیگه کاهش نویز، کاهش در محل دریافت یا دریافت کننده هست. یعنی اینجا زمانی که اولین بارها مطرح شد برای بهداشت کار بود که از گوشی‌های صنعتی استفاده می‌شد برای اینکه کارگرها حالا صداهای اطراف رو خیلی زیاد نشنوند، ولی خب نوع دیگرش یا نوع تغییر یافتش رو ما الان میبینیم، افرادی که هدفون به گوششونه آهنگی برای خودشون دارن پخش میکنن که توی محیط از صدای ترافیک فرار کنن به نوعی،
ولی خب وقتی همچین اتفاقی برای شهروند ما و افراد پیاده ما رخ میده، فرد داره فرار میکنه از ترافیک محیطی یا از صداهای ناهنجارش، یه سری پیامد داره. اولا که تجربه ادراک شهر رو داره از دست میده. خب وقتی همچین موردی رخ میده، فرد دیگه توجهی به محیط اطرافش و صداهای اطرافش نداره، دیگه اینجا هر سیگنال صوتی مصرف بشه فردی نمیشنوه و ممکنه که تداخل سوار پیاده یا پیاده پیاده رخ بده و عملا تو مرحله اول ایمنی خود فرد پیاده زیر سواله.